بریم با هم دیگه اتفاقات روز گذشته رو یه بررسی ریز بکنیم تا انتها همراه باشید. کلی خبر داغ هست. بذارید از تبریک تولد احمد رضا عابدزاده برای کریم باقری شروع بکنیم که تولد آقا کریم باقری هم مبارک باشه. مدیر ورزشی اورنبورگ، تیمی که تونست محمد قربانی رو جذب بکنه، گفته که ما فکر نمی‌کردیم اینقدر جذب محمد قربانی به این سرعت نهایی بشه که این اتفاق افتاد. آرزوی موفقیت هم می‌کنم واسه محمد قربانی آینده داره و ان شاءالله که این پله‌های ترقی رو تند و تند یکی پس از دیگری از پیش رو برداره و بیاد به تیم ملی کمک بکنه. آقا مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس محروم شد بعد از اون صحبتایی که انجام داد. حالا خودش یه واکنشی داشته و علیرضا اشرف یه استوری گذاشته و گفته که به خاطر پرسیدن دو تا سوال لطف کردن و تا اطلاع ثانوی من رو محروم کردن. نه توهینی تو صحبتام بوده نه تهمتی. از فدراسیون و کمیته داوران سوال کردیم که چرا یه داور باید در عرض 3 هفته 2 بازی پرسپولیس رو سود بزنه و اینکه آیا نمونه کارت زردی که راحت به بیرانوند دادن رو در سایر بازی‌ها هم پیدا می‌کنید، اونم با وجود این همه وقت‌کشی و تمارز بعضی تیم‌ها مقابل پرسپولیس. با تموم احترام این رأی عجیبه واقعا. حالا این واکنش علیرضا اشرف بود. آقا بالاخره ITC اوسون اورونوف، حالا ITC که میگم یعنی کارت بازی، مجوز بازی اوسون اورونوف برای پرسپولیسیا صادر شد و این بازیکن میتونه در بازی آینده مقابل زباهن به میدون بره. دیگه بازی‌ها هم هرچی میره تو نیم فصل دوم سخت‌تر و سخت‌تر میشه. تیم‌ها نمی‌خوان بیافتن، می‌خوان یه حاشیه امنیتی رو واسه خودشون ایجاد کنن و کار مدعیان سخت میشه. به استقلال میرسیم، به سپاهان، به تیم ملی فوتبال ساحلیمون هم خواهیم رسید. اما تو یکی از به نظرم جذاب‌ترین بازی‌های هفته، هوادار موفق شد که کامبک بزنه در مقابل چه تیمی؟ شمس‌آذر قزوین. البته که شمس‌آذر اون تیم فصل گذشته نیست، حالا مجیدینا میدونن من چی میگم. شمس‌آذر موفق شد توسط عیسی مرادی به گل برسه، اما هوادار برگشت به مسابقه. کریم اسلامی واسه شون بگم دقیقه 13 اینا بود گلزنی کرد و محسن سفید چوغایی هم روی پاس امین قاسمی نژاد گل زد تا هوادار موفق بشه 2-1 شمس‌آذر رو شکست بده. این اولین دشت 3 امتیازی مسعود شجاعی به عنوان سرمربیگری هواداره که دمش هم گرم. مسعود شجاعی فوتبالی اومده بالا و آرزوی موفقیت هم میکنم. اما فولاد خوزستان موفق شد 2-1 صنعت نفت آبادان رو شکست بده. احمد آلنمه که اتفاقا میدونم آقای رضاییان مدیر عامل باشگاه فولاد گفته که با همین کادر به رهبری احمد آلنمه ما ادامه میدیم تا پایان فصل. چرا؟ چون که ریسکه الان بخوایم یه مربی خارجی یا حالا ایرانی بیاریم، آزمون و خطا، و عملا میگه ما فصل رو از دست خواهیم داد. اما یه بردو به دست آوردن، 3 امتیاز. حالا شوخی علی منصوریانی بکنم، 3 امتیاز در خوزستان موند، صنعت نفت آبادان و فولاد و موسی کولیبالی گل زد و مشتبه نجاریان. امیدوارم برگرده فولاد به اون روزای خیلی خوب خودش. دیگه ملوان هم 1-1 استقلال. این ملوان یقه همه تیم‌ها رو داره میگیره ها، که کلاً هم تو 2 دقیقه 2 تا گل رد و بدل شد. محمد رضا سلیمانی زد، هنوز داشتن هوادارا تو سنسیرو تشویق می‌کردن که جلال الدین ماشاریپوف روی پاس ابوالفضل جلالی، الله اکبر از این همه جلال، گلزنی کرد و بازی 1-1 شد. ملوان میگم دیگه در مقابل پرسپولیس هم یه 0-0 گرفت، سپاهان رو اذیت کرد، تراکتور رو اذیت کرد. انصافا یکی از بهترین تیمای تاریخ ملوان رو مهدی تارتار رقم زده. آرزو موفقیت میکنم واسه شون، تیم جذاب و دوست داشتنیه. اونورم استقلال با 2 امتیازی که از دست داد کماکان در صدر جدول باقی مونده و فقط 3 امتیاز فاصله داره نسبت به تیم پرسپولیس. ماشاریپوف نشون داد که چه بازیکن توانمندیه. البته که جواد نکونام به نظرم میتونه زودتر از اینا هم تعویض بکنه. فکر کنم دقیقه 80 اینا بود که اولین تعویضش رو مرداد محمدی رو تازه آورد تو، میتونست حالا خون تازه‌ای رو تزریق بکنه به تیم استقلال، اما این کارو نکرد. برشک جواد نکونام امتحانش رو پس داده. هاشی هم داشتین مسابقه، مصاحبه مهدی هاشمی نسبو ببینید. هیچ تیمی ملوان اینجا اینقدر تحت فشار قرار نداده بود. خدا رو شکر خوب بازی کردیم، موقعیتمون به گل تبدیل نشد، ولی امیدواریم به روز آینده ان شاء الله بتونیم. مشکلات آقای نکونامو خطیر چی میشه؟ ان شاء الله حل میشه. روزبه چشمی خیلی جالبه واسم. بعد از اینکه شجاع خلیل‌زاده اون مصاحبه رو و اون توهین‌ها رو علیه خبرنگار انجام داده بود، اومد عذرخواهی کرد و گفت که فقط واسه احترام من به اینجا اومدم، واسه اینکه شما تو سرما بودین و خسته نباشیدم گفت خبرنگاران، دمش گرم. جواد نکونام تو کنفرانس مطبوعاتی شرکت نکرد و محمد نوازی رو فرستاد. آقای نوازی توضیح میدین چطوری بود بازی؟ خواهشی دارم که برای داورا احترام قائل بشیم و یه بیانیه قبل بازی ندیم که خواهشان این داور ایراد داره فلان بیساره.
به نظرم بذاریم بازی تمام بشه بعد تصمیم بگیریم برای نتیجه بازی، نتیجه داور، هر چی که اتفاق میفته. به هر حال من فکر میکنم بچه هم تلاش کردن، میتونستیم برنده بازی باشیم، ایدئال بازی کردن و واقعا حیف شد که سه امتیاز رو نتونستیم بگیریم و با یه امتیاز انزلی رو ترک کنیم. در خدمت آقای جعفری بفرمایید. با این شیوهی که استقلال شروع کرده نیم فصل دوم رو، بازی با سپاهان با یک گل، الان تساوی مقابل ملوان و هفته آینده با سپاهان، بعدش با پرسپولیس، شما در طول فصل بازی دارید، فکر میکنید چقدر ضمانت داره که این صدر رو نگه داریم؟ ما تلاشمون رو میکنیم. به نظر من تیممون ایدئال بازی کرد. به هر حال بازیه، من فکر میکنم تیمای دیگه هم مثل ما تلاش میکنن، ولی چیزی که مهمه ما بازی به بازی، همیشه گفتیم، خود آقا جواد هم همیشه تاکید داره، بازی به بازی میریم جلو. من فکر میکنم بچه‌هامون امروز میتونستیم سه امتیاز بگیریم، ولی میگم متاسفانه بعد شانسی آوردیم، یه توپمون هم به تیر خورد، ولی خب به هر حال تلاش میکنیم که بتونیم شرایطمون رو حفظ کنیم. و بازی هفته آینده در آزادی مقابل سپاهان، بازی سختیه مثل همه بازی‌ها، ان شاءالله از فردا دیگه به فکر بازی سپاهانیم، ان شاءالله میتونیم نتیجه بگیریم. دوستان سوال دارم بفرمایید. آقای نوازی خسته نباشید. مرسی. جدا از بازی امروز، برها شما در لابلای صحبتون در مورد احترام به داور صحبت کردید. بله. روز گذشته یه بی‌احترامی شدیدی به حالی رسانه شد. فکر می‌کنم خودتون هم در جریان هستید. من سوالای حاشیه‌ای رو جواب نمی‌دم. راجع به بازی باشه من در خدمت. در مورد رسانه، احترام به رسانه نظری نداریم؟ به هر حال هر کسی برای طرف مقابلش باید احترام بذاره. فرق نمی‌کنه رسانه باشه یا غیر رسانه باشه. به هر حال همه هم تو ایران داریم زندگی میکنیم، باید به هم دیگه احترام بذاریم. خودمون دوست داریم که جواد نکونام بیاد تو کنفرانس شرکت بکنه و حالا این اتفاق رقم نمیزنه. آقا جواد، آقا مهدی رحمتی هم برای عقد قرارداد و معارفه وارد اهواز شده بود، اما موج مخالفت هوادارهای فولاد با انتخاب اون باعث شد که مدیرای این باشگاه توافق رو لغو کنن و رحمتی رو رای تهران بکنن. و خوبه که اونجا هوادارا تصمیم گیری میکنن، هوادارا هم طبیعتاً قلبشون برای فولاد میتپه. شهاب زاهدی هم مهاجم پرسپولیس در تمرین دیروز سرخپوشان حاضر نشد و به احتمال فراوون از این تیم جدا میشه. حالا قراره دیگه شنبه تصمیم، یعنی فردا تصمیم گیری بکنن که آیا شهاب زاهدی رو بفرستن بره یا نه، چون خود شهاب دوست داره که از این تیم جدا بشه. با اعلام کمیته انضباطی با عنایت به اظهارات عوامل منتسب به باشگاه تراکتور با اصحاب رسانه بعد از دیدار مقابل پرسپولیس در میکزون ورزشگاه آزادی، پرونده‌ای در همین باره و پیرامون تخلفات صورت گرفته، در کمیته انضباطی مفتوع شده و حالا باید دفاعیات شخصی خودشون رو هم شجاع خلیلزاده هم تراکتوریا ارسال بکنن به کمیته انضباطی. باشگاه تراکتور هم حالا در همین باره داریم صحبت میکنیم، بابت هر گونه آزردگی اصحاب رسانه میگن بابا فرهنگ تراکتور و بازیکناش و هوادارشون خیلی بالاست. در خصوص بیانات کاپیتان این تیم در پاسخ به سوال بی ربط یه خبرنگار محترم ایجاد شده، البته که خبرنگارا از همه بازیکن ها، برید سید حسین حسینی رو ببینید، روزبه چشمی رو ببینید تو همون اولین بازی استقلالیا، ببینید همین خبرنگارا از روزبه این سوالو نکردن. خب چرا باید روزبه از کوره در بره؟ از پرسپولیسی ها مگه روز قبلش نکردن بعد از بردشون مقابل تراکتور؟ از مهدی ترابی سوال کردن، علیرضا بیرانوند که کلا مصاحبه نمیکنه. و میخوام بگم که همه جا عرفه، اینقدر تقصیر رو بر گردن خبرنگارا نندازید. من خودم یادمه کره جنوبی یورگن کلینزمنش همین خبرنگارا باعث اخراجش شدن. میخوام بگم خبرنگار الان حرف اولو میزنه، رسانه حرف اولو میزنه، و حالا اینم باشگاه تراکتوره که گفته خلاصه که ما اگه بی احترامی شده عذرخواهی میکنیم از اصحاب رسانه. جدول برترین پاسورهای لیگ برتر در پایان هفته 17 رو میبینید که ریکارد آلوز الان 6، ابوالفضل رزاقی پور گلگهر 5، مهدی پور که شروع مجددش فوق العاده است 4، بمره ابوالفضل جلالی و مهران احمدی. اما گلزنا کیان؟ شهریار مقانلو که با 9 گل از دیشبم عملکردش بد نبود، با 9 گل در صدر، رضا اسدی 8، جعفری ملوان 7، شهاب زاهدی که دیگه داره میره 6، مهدی عبدی هم 5. بذارید از افتخار آفرینی دوباره برای بچهای فوتبال ساحلیمون شروع بکنیم. البته که ما گام بعدیمون گام مهمتریه، به هر حال موفق شدیم در مقابل امارات کامبک بزنیم، 1-1 عقب بودیم، 2-1 مسابقه رو بردیم و برگشتیم به این مسابقه. و دم این دروازه‌بانامون گرم، میر جلیلیه چقدر این بازی با پاش خوبه. حالا جالبی بهتون بگم، تو سپک تاکرا بوده خودش، یعنی ملی پوش سپک تاکرا بوده، از این ورزش‌های پایی هم انجام داده، الان یادم نیست.
نیست، ولی دمشون گرم، موفق شدن امارات رو شکست بدن و خوردن به برزیل. حالا بازی ایران برزیل که یه تو مرحله نیمه نهایی هم هست دیگه، شنبه است یعنی فردا ساعت 17:15 که ما اونو بتونیم ببریم. برزیل هم 8 ژاپن رو شکست داده، برزیلیا رو بتونیم ببریم خیلی نزدیک میشیم به قهرمانی، عملا دیگه قهرمان خواهیم شد. البته که بعد یه نیم نگاهی هم به اونور جدول فکر می‌کنم، اونورم بلاروس ایتالیا خوردن به هم دیگه، چه عملکردی رو خواهند داشت. جلال الدین ماشاریپوف هم این پستو گذاشته و گفته که آیا استقلال فهم. سلام ابو داره استقلال، من اینجا هستم. اینم استوری یحیی گل محمدی برای ساحلی بازان ایران که گفته حقشون بیشتر از ایناست، خدا قوت و به امید صعود به فینال و قهرمانی، که امیدوارم حواله خودرو هم به اینا بدن دیگه، حواله خودرو رو به اینا بدن ببینیم ما مردم، ما رسانه ها چیزی میگیم اعتراضی میکنیم، مطمئن باشید که این اتفاق نمیفته. اما بریم کم کم بازی سپاهان الهلال رو با هم دیگه بررسی بکنیم، بازی که در کینگدام آرنا برگزار شد. چه ورزشگاهی، حالا جو رو دارید میبینید، دقیقاً همون سناریویی که تو بازی رفت افتاد همون اتفاقا تو بازی برگشت، یعنی سپاهان اول به گل میرسه، گل مساوی رو میخوره، یه اخراجی میده که سیاوش یزدانی اون چه کری تو میخونی، یعنی دارم خجالت میکشه به خدا. البته که الان همه میگن تو اگه خودت جای سیاوش یزدانی باشی تو اون جو و اون شعارهایی که داره علیهت میاد، شاید واکنش تو همینجوری باشه، آقا بازیکن حرفه‌ای داره میلیاردی حرفه‌ای پول میگیره که بتونه در مقابل این شعارها فائق بیاد. یکیش هم اون موقع جلو بودن، 3 خوردن، چه گلایی هم خوردن، الکسان میتروویچ اون روبن نویس چه گلی زد، خوردن و اون اتفاق افتاد. ببین سلمان فرج وقتی به عنوان تعویضی آقای جورج سوسی که آخرش هم یه کره خوند واسه ما اوورتو، معلوم بود که وسط زمین رو میخواد بگیره، اون موقع مورایس میتونست دست به تعویض بزنه، که البته تعویضامون هم همه مهاجم وینگر باید میبود. حالا به هر شکل بازی رو باختیم و این میتونه درسی واسه فوتبال کشورمون باشه که چقدر فاصله انداختن الان تیمای حاشیه خلیج فارس نسبت به تیمای ایرانی. الان 3-4 تاش میگم، محمدرضا احمدی هم دیشب داشت به همین نکته اشاره میکرد، با هم دیگه ببینیم صحبتای احمدی رو. خیلی به نظر من پیام داره این سبک بازی سپاهان، چه در بازی رفت چه در بازی برگشت، برای فوتبال ما بذاره. باید به نظرم با مردم صادق باشیم، باید با مردم درست از روش و مسیر درستش صحبت بکنیم. چرا؟ چون الان 4 تا تیم در مرحله غرب آسیا حضور دارن توی مسابقات جام باشگاه آسیا یا همون لیگ قهرمانان باشگاه آسیا، که از این 4 تا 3 تاش عربستانی ان، یعنی هر آنچه که شما بیکاری رو برداشت می‌کنی به حال هزینه کردن، پول خرج کردن، بازیکن‌های بزرگ آوردن و الان النصر، الاتحاد و الهلال در کنار العین 4 تیمی هستن که در مرحله غرب آسیا تونستن خودشونو بیارن بالا و حالا با همگی رقابت خواهند داشت، که الان 2 تیم عربستانی یعنی الاتحاد و الهلال به همگی برخورد کردن و النصر با رونالدو با العین امارات باید بازی خودش رو برگزار کنه. حالا چرا می‌خواستم این مسئله رو بازو بکنم؟ از این جهت که ما از کجا ضربه خوردیم، هم بازی رفت هم بازی برگشت سپاهان عالی بازی کرده، خوب بوده، گل اول رو زده، تیم برتر بوده، تیم سرتر بوده، میدونست شاید بازی رو جمع جور کنه، ولی اخراجی میده، اخراجی که با وی آر یقه فوتبال ما رو میگیره، چه در بازی ملی چه در بازی باشگاهی. پس اگه قراره که حرفه‌ای باشیم، وی آر رو بیاریم به فوتبال کشور خودمون. اگه معتقدیم که فوتبال ما حرفه‌ای، حرفه‌ای نیست، چرا که هنوز ابزاری که همه جای دنیا ازش دارن استفاده میکنن، خیلی از گل‌ها مردود میشه، خیلی از کارت‌ها از زرد به قرمز تبدیل میشه، داره یقه فوتبال ایران رو میگیره. مقابل قطر شجاع همینطوری اخراج شد، با وی آر میرن و میگن که خب بله باید بازیکن اخراج بشه، و الان میبینیم که خب یزدانی با همین روش، یعنی با استفاده از وی آر هستش که اخراج میشه و سپاهان 10 نفره میشه، و وقتی 10 نفره میشه توان بدنی پایین میاد، فشار روی تیم زیاده، و خب طبیعیه که متاسفانه تیم خوب و شایسته سپاهان ایران هضم میشه و بازی برده رو با باخت عوض میکنه. امیدوارم که مسئولان محترم فدراسیون فوتبال به فکر باشن و با هر امکاناتی که وجود داره بیارن شرایط رو به سمت حرفه‌ای ببرن، تا مردم و تیم‌های ورزشی ما ضرر نکنن، ضربه نخورن، و ما بتونیم مقابل تیم‌هایی که اینگونه خرج کردن و خوب بازی می‌کنیم، با تلاش، با دوندگی بالا و با درایتی که وجود داره، بتونیم کار خودمون رو به بهترین شکلی ممکن پیش ببریم. به هر حال سپاهان ایران با همه شایستگی که داشتش متاسفانه از گردونه رقابت‌های آسیایی هم کنار گذاشته میشه، حذف میشه و 4 تیم العین، النصر، الهلال و الاتحاد به محلی
بعدی خودشونو تونستن برسونن. از شرق هم که به هر حال دو نماینده از کشور کره جنوبی اومده بالا، ژاپنی‌ها نماینده دارن و مسابقات غرب و شرق باید ادامه پیدا کنه تا قهرمان آسیا تکلیفش مشخص بشه. ضمن که یادتون باشه که از سال آینده قراره که دوباره تغییراتی در لیگ قهرمانان باشگاه آسیا صورت بگیره. یعنی لیگ فوتبال هر کشور مهمه. اگه الان به ما سهمیه 2+1 رو دادن برای شرکت در مسابقات لیگ نخبگان آسیا، تیم‌های اول و دوم لیگ ما مستقیما میرن و تیم قهرمان جام حذفی به پلی آف صعود خواهد کرد. بله درست میگه آقای احمدی. اینم آمار و ارقام بازی الهلال و سپاهانه که 20 شد. الهلالی‌ها زدن. ببین سپاهان تا وقتی که اخراجی نده یه سر و گردن بالاتر از الهلال بود. البته که ما دفاعمون خیلی ضعیف بود. یعنی رها بود میتروویچ 20 در مقابل 13، 11 در مقابل 3 شوت داخل چارچوب. حالا مالکیت توپ خیلی مهم نیست. کارت زرد نداشتیم. عجیبه و یه کارت قرمز هم سیاوش یزدانی برای سپاهانیا. ببین سیاوش آرش قاسمی دیشب داشتم میگفتم سیاوش، دانشگر، کنعانی، شجاع خلیلزاده، اینا اصلا سم فوتبال ایرانن. جوز مورایس هم بعدش اومد شرکت کرد تو مصاحبه مطبوعاتی و گفت که بازی لیگ قهرمانان آسیا بود، الهلال تیم قویه اما لیاقت برد رو داشتیم، هم ما و هم تیم عریف شانس گلزنی داشتیم که گل نزدیم. بازی تا زمانی که 11 مقابل 11 بود بالانس خوبی داشت. نمیخوام بی ادب باشم و باید محترمانه جواب بدم، فکر نمیکنم به سطح اروپا برسن. تنها کنایه به الهلالیا که خودشونو مثلا با جذب بازیکن و این همه پول خرج کردن میخوان به اروپا برسونن، اما به زعم ژوزه مورایس نمیرسن. بازیکنای خوبی دارن اما باید اروپا بازی کنن تا بدونن در اروپا چه اتفاقی میفته. بهترین ترکیب عربستان و آسیا رو دارن و آرزوی موفقیت برای اونا در آینده دارن. به دنبال این هستیم که به عنوان یک تیم برنده باشیم. به سازماندهی تیم تکیه میکنیم. کیفیت خودمون رو داریم و زیاد به حریفان فکر نمیکنیم. به تیم خودم بیشتر فکر میکنم. الهلال تیم خوبی داره. بازی کردن مقابل اونا ساده نیست. چه برسه با یه بازیکن کمتر که در هر دو بازی رفت و برگشت این اتفاق افتاد. آرزو میکنم داور کاری که باید رو انجام بده و باور دارم برای بهترین خودشون اینجان. نمیشه گفت نظر دیگه‌ای روی اتفاقا داشته باشم. آقا میگه که اون سیاوش یزدانی، آقا راستم میگه، حالا نمیگم حالا VAR الان قوانین جدید چطوریه، وقتی دیگه اخراج میشه دو تا بازیکن رو دست سیاوش هستن باید کارت زرد میداد. یعنی من نمیفهمم، خیلی سریع همین فعل و انفعال اومد VAR رو 10 ثانیه نگاه کرد، 10 کارت قرمز. اصلا عجیب بود. آقا روم هم موفق شد در ضربات پنالتی فاینورد رو شکست بده و جالبه که علی جهانبخش پنالتی سوم فاینورد رو زد و پنالتی گل نشد. آخرش هم دو سه ثانیه میذارم کپی رایت داره. آخرش هم که اینطوری سردار آزمون به علی جهانبخش همدردی کرد و دلداری داد. محمد دانشگر هم گفته که علالزاده است. گفته که اون کسایی که ما رو مسخره میکنن تو گروهی دیدیم چی شدین. بخوابید بابا. حالا این صحبت رو انجام داده. بهترین حال کردم با بازید. اینو در مورد سیاوش یزدانی انجام داده. ما این همه میگیم آقا بازیه بازی ملیه، تو رو خدا همه حمایت بکنید از سپاهان. حالا من استقلال و پرسپولیس رو یکم بحث دیگه ای دارم. میگم اگه پرسپولیسیا شرکت بکنن، استقلالیا حق دارن که دوست نداشته باشن پرسپولیس قهرمان بشه و برعکس. یعنی اگه استقلالیا بار سوم قهرمان آسیا بشن، این کوریش میمونه واسه پرسپولیسیا و طبیعتا پرسپولیسیا حق دارن که آرزوی موفقیت واسه استقلال نکنن. اما سپاهانیا حالا همدل بودیم، ولی خب این کوریا از جانب هواداری سپاهان و بازیکناشون باعث میشه که برگردیم به سابق و بگیم آقا اصلا حمایت همه جانبه نباشه از تیمی. اینم پوستر UFC از تیمای حاضر در مرحله 1/4 نهایی لیگ قهرمانان آسیا که النصر است، الاتحاد و الهلال با هم دیگه خوردن. النصر هم به نفاخور برخورد کرد که بعد ببینیم چه اتفاقی میفته. حالا آسیای شرق و فعلا کاری نداریم. دارکو دراژیچ از مربیای با تجربه کروبات که سابقه حضور تو باشگاه‌های مختلف فوتبال ایران رو داشته، به دعوت باشگاه مثل رفسنجان وارد ایران شده. دستیار کروبات محرم نوید کیا هستش. آها خیلی سوال واسهتون ایجاد شده بود که کارت بازی بازیکن‌های جدید استقلال و پرسپولیس چطور صادر شد. بعد بهتون بگم که پنجره نقل و انتقالاتی بین‌المللی دو باشگاه استقلال و پرسپولیس بعد از پرداخت طلب‌های خارجی در نیم فصل باز شد. این اتفاق در حالی رخ داد که هر دو باشگاه با طلب‌های داخلی دیگه‌ای هم مواجه بودند که به خاطر اونا پنجره داخلی این دو باشگاه هم بسته شده بود. شنیده میشه سرخابی‌های پایتخت با دادن ضمانت لازم تونستن فعلا مجوز استفاده از بازیکن‌های جدید خودشون رو بگیرن و قراره به زودی پرونده‌های داخلی رو که منجر به صدور رأی نهایی شده تعیین تکلیف کنن و حالا بعد ببینیم که چه خواهد شد. آها اینم نظر وریا غفوری و آندرانیک تیموریان در مورد بهترین دروازه‌بان تاریخ ایران. یا رو کرد. از تیم نفت تهران شروع کرد به بازی دادنش و از اونجا دیگه اسم در کرد و ستاره شد. با احترام به همه گزینه‌ها
برای من بهترین گلر آقای اجازی هم. بله آقای آندو. من هم آقای اجازی هم. بسیار پرس پولیسی استقبالیش کردین یه ذرا؟ نه پرس پولیسی استقبالی نکردیم حقیقتش. خب من این شنیدهی که شنیدم ناصر خان اجازی حالا با نسبت به آفرهایی هم که داشته توی زندگی فوتبالیش منچستر یونایتد خواسته بودنش، خب حتما نه اینکه گلرهای دیگه شاخص ها رو نداشتن، توی اون مقطع زمانی خیلی سخت بوده رفتن به منچستر یونایتدی که توی اون بوره زمانی خودتون میدونید چه بازیکنهای بازی کردن. حسین ماینی هم حرف دل منو زده و گفته که بیرانوند اگه روی شخصیتش بیشتر کار میکرد بهتر بود. آره علیرضا بیرانوند اون شخصیت و کاریزمایی که باید رو نداره. پیروزی تیم ملی ایران هم مقابل ژاپن در بین نامزدهای لحظه‌های جادویی جام ملت‌های آسیای 2023ش که واقعا چه جوی بود دیگه. یعنی تو یه آن من فکر میکنم یه آشتی ریزی کرده بودن ملت ایران با تیم ملی، ولی خب بعدش اتفاقات قطر و اکرم افی و شجاع خلیل‌زاده و دفاع‌های ایران داده و برشک ما حذف شدیم. آقا لایک رو بزنید، دمتونم گرم، تا پایان همراه بودین. لایک رو بزنید، سابسکرایب هم نکردین بکنید تو رو خدا. فعلاً.